در این اسلاید اومدیم پریکارد رو باز کردیم اتصالات عروقی قلب رو جدا کردیم در نتیجه شما دارید به جایگاه قلب در داخل قفسه سینه در داخل حفره پریکارد نگاه میکنید در این تصویر اگه توجه بکنید خواهید دید که پریکارد سروزی پریتار و ویسرال وقتی که میان در امتداد همدیگه قرار بگیرن یک انعطافی رو به وجود میارن در جایی اومدن ناحیه شریانی رو به صورت یک کیسه مشترک در بر گرفتن اومده شریان آورت سعودی و شریان پولموناری رو در واقع پریکارد مشترکن در بر گرفته. در عقب هم از انطاف پریکارد در واقع سروزی پریتار و ویسرال در ریشه عروق میبینیم که یک بخش کیسه دیگه ای هست که اومده وریدها رو با همدیگه دیگه در بر گرفته وینا کیوا سوپریور وریدهای ریوی سمت راست وینا کیوا اینفریور وریدهای ریوی سمت چپ رو همه رو یک بخشی از پریکارد در بر گرفته چون این بخشی که اومده وریدها رو در بر گرفته در عقب قرار گرفته و اون قسمت آستین مانند کیسه مانندی که شریان‌ها رو در بر گرفته در قدام در بالا قرار گرفته ما بینشون یک معبر یک گذرگاهی به وجود میاد که این گذرگاه رو با فلش در واقع با یک فلش مشکی تو تصویر دارید ملاحظه میکنید این معبر رو این فضا رو به نام سینوس ارزی پریکاردی ازش نام میبریم زمانی که شما پریکارد رو باز میکنید در حین جراحی انگشت رو میتونن به راحتی داخل سینوس ارزی پریکاردی قرار بدن در نتیجه این سینوس ارزی پریکاردی که به نام سینوس پریکاردی تیل هم ازش نام میبریم در جلو توسط شریان آورت سعودی و شریان پولموناری محدود میشه و در خلف یعنی شما وقتی که به این فلش نگاه میکنید یا انگشت رو در داخل این معبر قرار بدید در خلف این فلش در خلف انگشت شما وینا کیوا سوپریور قرار خواهد گرفت یک رسس دیگه اینجا ظاهر شده یک سینوس دیگری ظاهر شده در پشت دهلیز چپ قرار داره اگه به این تصویر توجه بفرمایید اگر دستتون رو در پایین اپکس قرب، رأس قلب قرار بدید و انگشت رو به سمت بالا رو سطح تهدانی قلب حرکت بدید نوک انگشتتون به سمت بالا میاد و در این رسس در این سینوس متوقف میشه اینجا انعطاف پریکارد رو خواهیم داشت انعطاف پریکارد مانع این میشه که انگشت شما از اینجا بالاتر برند این فضا رو به نام فضای مایل پریکاردی یا سینوس مایل پریکارد ازش نام میبریم تو بعضی از کتب کتب به نام سینوس هالر هم ازش نام بردند در این فضا در سینوس مایل پریکاردی وقتی شما دستتون قرار میگیره جلوی دستتون دهلیز چپ قرار خواهد گرفت پشت دستتون با واسطه پریکارد با آورت توراسیک مجاورت خواهد داشت. اگر انگشتاتون رو به سمت چپ ببرید در نتیجه وریدهای پولموناری وریدهای ریوی سمت چپ رو لمس خواهید کرد و اگر انگشتان دستتون رو به سمت راست حرکت بدید وریدهای ریوی سمت راست رو لمس خواهید کرد پس سینوس مایل پریکاردی در پشت محفظه دهلیز چپ قرار میگیره. در این تصویر داره به شما نشون میده که فضای برهنه قلبی کجا قرار گرفته و احیانا در شرایط پاتولوژیک اگه بخوان به داخل حفره پریکاردی دسترسی پیدا بکنن و مایه اضافی که داخل حفره پریکارد جمع شده و عمل کرده قلب رو تحت تاثیر قرار گرفته این مایه رو باید برش دارن برای پونکسیون مایه پریکارد در شرایط پاتولوژیک میتونن سوزنی رو به صورت, مایل از سمت چپ استرنوم حدودا در پنجمین فضای بین دنده یا در پایین زایده زایفوید وارد بکنن در نتیجه بدون اینکه به پلور یا ریه آسیب برسه سوزن مستقیما از پریکارد عبور میکنه و وارد حفره پریکارد میشه و میتونن پونکسیون پریکارد رو انجام بدن در این تصویر شما به در واقع تصویری هستش که افیوزیزیون یا افیوژن پریکاردی رو دارید ملاحظه میکنید این افیوژن میتونه روی بدرها فشار وارد بکنه و باعث نارسو شدن بدرها بشه و منجر به نارسوی قلبی بشه حضور مایه اضافی که به افیوژن یا افیوزیون پریکاردی شناخته میشه با توجه به اینکه روی بدرها فشار وارد میکنه و منجر به نارسایی قلبی میشه به نام تامپوناد قلبی ازش نام میبرن که یک اورژانس پزشکی هست باید در واقع این فشار از روی قلب برداشته بشه تصویر رادیوگرافی از تجمع مایع در حفره پریکاردیو در تصویر ملاحظه میکنید اه در اه در واقع نبض کوسمال یا کوسمال ساین شما وری جگولار رو ملاحظه میکنید که در زمان دم در یک فرد عادی و در شرایط طبیعی در واقع فروکش میکنه نبزش ولی این علامت و این نشانه در چنین افرادی باعث میشه که ورید جگولار برجسته باشه و دارای فشار بیشتری باشه در این تصویر به شما عصبدهی پریکارد رو میخواد یادآوری بکنه گفتیم پریکارد لیفی تو تصویر قابل مشاهده است اگر پریکارد رو باز بکنیم از نمای داخلی پریکارد لیفی پریکارد سروزی پریتار رو خواهیم داشت پس در سالن تشریح وقتی پریکارد باز میشه شما در داخل پنستتون ستتون ستون در واقع یک لایه رو میبینید ولی از دید بافشناسی دو لایه است که سطح خارجیش و پریکارد لیفی و نمای داخلی آستر داخلیش و پریکارد سروزی پریتال تشکیل میده این دو لایه پریکارد و پریکارد لیفی که یک لایه بافت همبند محکم و متراکم هست و پریکارد سروزی پریتال از عصب فرنیک عصب دریافت میکنن میدونید که در پریکارد سروزی ویسرال کاملا به قلب چسبیده و قابل جدا کردن نیست بنابراین از شبکه های قلبی از سمپاتیک و پاراسمپاتیک عصب دریافت خواهد کرد و پریکارد وقتی که بخوایم در رابطه با در واقع درد و علائمش زبیدگاه اوقات ممکنه شخص دچار پریکاردیت بشه التهاب پریکارد رخ بده درد و پیشاگهیش کاملا در واقع متفاوت هست با آنفاکتوز مایوکارد درد پیوسته در مرکز قفسه سینه حس میشه که به هر دو بازو در واقع منتشر خواهد شد جی میتونه کمک رسان باشه در تشخیص در افتراق بین درد پریکاردید و درد مایوکارد قلبی درد مایوکارد قلبی پوزیشنال نیست پیوسته است اما درد پریکاردی دردی که حاصل از پریکاردیت باشه پوزیشناله یعنی وقتی که بیمار به سمت جلو خم میشه دردش کاهش پیدا میکنه در رابطه با شریانهایی هایی که در خونرسانی رسانی قع پریکارد شرکت میکنند، به شریانهای های پریکاردیو کوفرنیک اشاره خواهم داشت به شریانهای های موسکولوفرنیک به شعریان های فرنیک از آورت توراسیک جدا میشن و شاخه هایی که از آورت توراسیک از نمای خلفی به پریکارد خونرسانی خواهند کرد و به اونها شریانهای های پریکاردیال اطلاق میشه همه اینها در خونرسانی پریکارد مشترکن دخالت خواهند داشت خون وریدی پریکارد به کجا تخلیه میشه؟ میتونه به وریدهای اینترنال توراسیک تخلیه بشه به سیستم آزیگوز تخلیه بشه به وریدهای فرنیک تخلیه بشه در رابطه با اصابم که ذکر شد در واقع عصب فرنیک میتونه پریکارد لیفی و پریکارد سروزی پریتار رو عصبدهی بکنه میدونید که حس سوماتیک دردی که از پریکارد جداری حاصل میشه الیاف آوران سوماتیک در اعصاب فرنیک هم میشن و درد میتونه در ناحیه سوپرا کلاویکولار در درماتوم های خارجی گردن حس بشه در رابطه با پریکاردید یا التهاب پریکارد علل متفاوتی ذکر میشه افونت های باکتریایی و ویروسی بیماری های سیستمیک مثل نارسایی‌های های کلیوی آنفاکتوس مایوکارد میتونه عواملی باشن که منجر به پریکاردیت یا التهاب پریکارد بشوند در رابطه با موقعیت قلب میتونیم که قلب در مدیاستنوم میانی قرار گرفته از نظر جهتگیری قلب بخشی داره به نام اپکس رس رس قلب به سمت جلو پایین و چپ متمایله تقریبا در پنجمین فضای بین دنده ای چپ به فاصله 8 تا 9 سانتیمتر از خط وسط قرار گرفته قاعده ای برای قلب در نظر می گیریم تو تصویر با رنگ زرد نمایش داده شده قاعده قلب در عقب راست و جلوی ستون مهره های توراسیک قرار گرفته قاعده قلب در شرایطی که شخص به پشت راست کشیده باشه یا ایستاده باشه موقعیتش فرق میکنه در شرایطی که شخص ایستاده قاعده قلب در جلوی مهره های تی 6 تا تی 9 قرار داره اما وقتی که شخص به پشت دراز میکشه قلب کمی به سمت بالا و عقب حرکت میکنه بنابراین در حالت دراز کشیده قاعده قلب در جلوی مهره های پنجم تا هشتم تراسیک قرار خواهد گرفت برای قلب سطحی رو تعریف میکنیم که ته تکیگاه قلبه با رنگ نارنجی تو تصویر ملاحظه میکنید این سطح رو به نام سطح دایافراگماتیک یا تحتانی قلب میشناسیم. سطح دایافراگماتیک یا سطح تحتانی قلب روی دایافراگ تکیه داره. برای قلب یک سطح طرفی راست، یک سطح طرفی چپ هم میتونیم تعریف بکنیم که به سطح ریوی چپ و سطح ریوی راست هم معروف هست. یک سطح قدامی یا دندهای جناقی برای قلب میتونیم تعریف بکنیم یا سطح انتریور